تا الان خیلی از ویدیوهایی که داشتیم در مورد شگفتی های فضا بوده اما شاید بعد نباشه برگردیم به زمین و یه مقداری هم از عجایب زمین صحبت کنیم سوالای زیادی هست مثل اینکه اون پایین چه چیزایی وجود داره زمین از چه بخش‌ها یا لایه‌هایی تشکیل شده؟ امکانش هست که موجودات عجیب غریبی زیر زمین باشن که ما هیچ اطلاعی ازشون نداریم؟ اصلا ما تو کجا تونستیم پایین بریم؟ اگه عمقی که ما تونستیم تو زمین نفوذ کنیم انقدر کمه پس چجوری فهمیدیم که زمین از چه لایه‌هایی تشکیل شده و هر لایه هم چه ویژگی‌هایی داره؟ تو این ویدیو سعی میکنیم جواب این سوالا رو پیدا کنیم و یه شناخت کلی از سیارمون به دست بیاریم. ژول ورن نویسنده فرانسوی که به خاطر داستان‌های علمی تخیلیش معروفه سال 1864 یه داستان منتشر کرد به نام سفر به مرکز زمین تو این داستان که حدود 150 سال پیش نوشته شده یه پروفسور آلمانی معتقده که زیر زمین دنیای دیگه‌ای با موجودات زنده وجود داره برای اینکه این موضوع رو اثبات کنه با دو نفر دیگه از یه دهانه آتشفشانی تو ایسلند وارد زمین میشن. کیلومترها توی قارای پیش در پیش پایین میرن و در نهایت وقتی که حدود 150 کیلومتر از سطح زمین پایینتر بودن به یه دنیای عجیبی میرسن که دریاها و رودخونه های خودشو داره. موجودات ما قبل تاریخ هم که روی زمین منقرض شدن مثل دایناسورها و حشرات قولپیکر اونجا زندگی میکنن همینطور به راهشون ادامه میدن و با خطرات مختلفی روبرو میشن تا اینکه بالاخره از یه غار آتشفشانی دیگه تو جنوب ایتالیا از زمین بیرون میان اگه هنوزم اطلاعات ما از سیاره زمین به اندازه 150 سال پیش بود این داستان خیلی شگفت انگیز به نظر میرسید اما واقعیت اینه که چیزی نیست جز یه داستان تخیلی که به راحتی رد میشه اول بریم ببینیم تو دنیای واقعی بیشترین عمقی که ما انسان تونستیم داخل زمین بریم چقدر بوده الان ما میدونیم که سیاره ما از یه پوسته خیلی نازک تشکیل شده که زخامتش نسبت به کل زمین خیلی نازکه بیشترین زخامتش تقریبا 100 کیلومتره. بعد از پوسته زخیمترین لایه زمین وجود داره یعنی گوشته که تقریبا تا عمق 3000 کیلومتری زمین ادامه داره بعد از گوشته یه هسته بیرونی مایع وجود داره و بعدش هم یه هسته داخلی جامد ما انسان تو همین پوسته نازک هم خیلی کم تونستیم نفوذ کنیم دیگه چه برسه به قسمت‌های های مثل گوشته و هسته نقطه مقابل بلندترین قسمت زمین یعنی قله اورست عمیقترین قسمت زمینه به نام گودال ماریانا عمق این گودال از سطح دریا تقریبا 11 کیلومتره تا چند نفر با وسایلی که نسبت به فشار زیاد مقاوم بودن تونستن به اعماق این گودال سفر کنند. برای همین میشه گفت حد عمقی که ما انسان ها تونستیم از سطح زمین پایینتر بریم حدود 11 کیلومتره. که تازه اینم از یه گودال طبیعی استفاده کردیم از حدود سال 1970 روسا تصمیم گرفتن عمیقترین چاه جهان رو حفر کنند. هدفی که مشخص کرده بودند رسیدن به عمق 15 کیلومتری زمین بود برای این کار شپ جزیره کلا رو انتخاب کردند که تو شمال غربی روسی است بعد از چند سال حفاری تونستن رکورد قبلی که دست آمریکایا بود بشکنن یعنی از عمق 9.5 کیلومتری عبور کردند. اما هرچقدر پایین تر می مشکلات شدیدتر تر می شد. یکی از سختترین قسمت کار این بود که دما از اون چیزی که پیش بینی کرده بودند خیلی بیشتر می شد. وقتی به عمق 12 کیلومتری رسیدن دما تقریبا 180 درجه شده بود. این گرمای شدید به اضافه سخرایی که خیلی سفت و متراکم بودند. باعث شد که دیگه نتونن از این بیشتر پایین برن البته یه نظر دیگه اینه که فروپاشی شوروی هم نقش زیادی داشت توی متوقف شدن این پروژه بعد از اون دهنه چارو رو بستن و ساختمون اطرافش هم کم کم مخروبه شد هرچند مهرموم کردنش باعث نشد داستان این چاه که عمیقترین چاه ساخته دست انسانه تموم بشه بعضیها معتقدن صدای عجیب و ترسناکی از این چاه شنیده میشه که باعث شده بهش لقب دروازه جهنم بدن البته قطر این چاه خیلی کمه 20 -30 سانت بیشتر نیست چون فقط لازم بوده که یه مته پایین بره آلمانی‌ها هم سال 1990 تصمیم گرفتن یه چاه عمیق حفر کنن که اونا هم از 9 کیلومتر پایینتر نتونستن برن باز به خاطر دمای بالا و سختی زمین که جلوی حرکت مته رو می گرفت. اما این چاه آلمانیا برخلاف چاه روسا که مهرموم شد همچنان بازه برای کارای تحقیقاتی ازش استفاده میشه سال 2013 یه هنرمند هلندی به نام لوتگیون که تو زمینه هنرهای صوتی تصویری کار میکرد یه میکروفون وارد این چاه آلمانیا کرد تا صداهایی که از عمق 9 کیلومتری زمین میومد ضبط کنه این صدا که معروف شد به صدای زمین دقیقا مشخص نیست دلیلش چیه اما باز اینجا هم مثل همیشه ندونستن دلیل یه موضوع راه و برای خرافات باز کرد و بعضی هم میگفتن صدای جهنمه بعضی هم میگفتن صدای نفس کشیدن زمینه خلاصه اینکه هیچ کشوری هنوز نتونسته بیشتر از اون چایی که روسا کندن وارد عمق زمین بشه یعنی 12 کیلومتر و 200 متر هنوز خیلی تا رسیدن به گوشته زمین فاصله داریم باید ابزارهایی ساخته بشه که هم تو دمای خیلی بالا دوام بیارن هم روشهایی برای بقیه مشکلات این کار ابدا بشه اما حالا این سوال پیش میاد که ما که انقدر ناچیز تونستیم نفوذ کنیم داخل زمین چطور تونستیم بفهمیم که اون پایین چه خبره چطور تونستیم نتیجه بگیریم که بعد از این پوسته یه گوشته وجود داره بعد از گوشته یه هسته مذاب وجود داره بعد از هسته مذاب هم یه هسته جامد وجود داره جواب کوتاهش اینه که از شواهدی که وجود داشت استفاده کردیم شعاع کره زمین رو که الان بیشتر از 2000 ساله که تقریبا اندازهگیری کردیم الان به صورت دقیق‌تر می‌دونیم که شعاع زمین به طور متوسط حدود 6370 کیلومتره حالا که شعاع زمین رو میدونیم با استفاده از فرمول حجم کره خیلی راحت میتونیم حجم کره زمین رو حساب کنیم که تقریبا میشه هزار میلیارد کیلومتر مکعب البته در نظر داشته باشید که زمین دقیقا یک کره کامل نیست دور تا دورش تو منطقه استوا یه, یه کوچولو پهنتره جرم زمینم که با استفاده از قانون گرانش نیوتون به راحتی به دست میاد که الان میدونیم مقدارش تقریبا برابر با 6 ضرب در 10 به توان 24 کیلو یعنی یه 6 با 24 تا صفر جلوش که عدد خیلی بزرگیه خب پس جرم زمین رو داریم میدونیم چند کیلوه حجمش هم داریم حالا وقتی که جرمش رو به حجمش تقسیم کنیم چگالی کل کره زمین به دست میاد که مقدارش تقریبا میشه 5.5 گرم بر سانتی متر مکعب یعنی هر مکعبی از جنس زمین که یک سانت در یک سانت در یک سانت باشه 5.5 گرمه این چگالی کل کره زمینه از پوسته تا اون مرکزش اما مشکل از اینجا شروع میشه که چگالی پوسته زمین یعنی همین سنگی که سطح زمین و کوها و کف دریا رو تشکیل میده به طور متوسط بین دو نیم تا سه گرم بر سانتی متر مکعبه یعنی چگالی کل کره زمین تقریبا دو برابر چگالی پوسته زمینه پس چاره‌ای نیست جز اینکه قسمت های داخلی زمین از موادی ساخته شده باشند که چگالیشون از سنگ‌های پوسته زمین بیشتر باشه موادی که از این سنگ‌های سطح زمین سنگین‌تر تر باشن این اولین گام بود برای شناختن داخل زمین یعنی با اینکه خودمون نتونستیم بریم به عمق زمین ببینیم چی اونجاست با یه سری محاسبات ساده فهمیدیم که نه تنها تو خالی نیست و دنیاهای دیگه اون پایین وجود نداره بلکه اتفاقا خیلی هم اون زیر متراکم و فشرده و سنگینه موضوع بعدی اینه که عنصر آهن هم تو کل جهان هستی هم تو کهکشان راه شیری هم تو منظومه شمسی جزو ده تا عنصر اولیه که بیشترین مقدار رو دارن اما رو زمین وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که مقدار آهن رو پوسته زمین خیلی کمتر از اون چیزیه که باید باشه این قضیه به اضافه این واقعیت که داخل زمین نسبت به سطحش خیلی سنگین تره به اضافه شواهد دیگه باعث شده که این نظر به وجود بیاد که از حدود 4.5 میلیارد سال پیش که زمین تازه در حال شکل گرفتن بوده مقدار زیادی از اتمای آهن و بقیه عناصر سنگین مثل نیکل کم کم بر اثر جاذبه حرکت کردن به سمت مرکز زمین همین باعث چگالی بیشتر مرکز زمین نسبت به سطحش شده یعنی بیشتر جرم زمین تو مرکزش قرار گرفته. بعدش ما اومدیم از یه روش جالبی برای شناخت بیشتر داخل زمین استفاده کردیم. یعنی لرزش‌های زمین. قبل از اینکه جلوتر بریم اول باید انواع لرزش‌های زمین رو بشناسیم. به این لرزش‌ها امواج لرزه‌ای گفته میشه. امواج لرزه‌ای به دو تا دسته کلی تقسیم میشن: امواج سطحی، امواج بدنه ای. امواج سطحی همونطور که از اسمش معلومه، اون امواج یا لرزشهایی هستند که فقط روی سطح زمین منتشر میشن اما امواج بدنه ای اون لرزشهایی هستند که داخل زمین منتشر میشن که بهشون امواج درونی هم گفته میشه اینجا ما میخوایم داخل زمین رو بهتر بشناسیم پس با امواج سطحی کاری نداریم امواج درونی رو بررسی میکنیم امواج درونی باز خودش به دو تا دسته کلی تقسیم میشه امواج طولی و امواج ارزی امواج ارزی به صورت اسمانند حرکت میکنند یعنی همینطور که موج یا لرزش جلو میره ذرات زمین به صورت ارزی جابجا میشن امواج طولی هم که از اسمش کاملا مشخصه همینطور که موج جلو میره ذرات زمین به صورت طولی جابجا جا میشن دقیقا شبیه حرکت ماراست یه سری از مارا اسمانند حرکت میکنن مثل امواج ارزی اما بعضی دیگهشون اینجوری نیستن مستقیم رو به جلو میرن از های شکمیشون برای حرکت رو به جلو استفاده میکنن شبیه امواج طولی خب حالا شناختن این دو موج یا لرزش چه کمکی به ما میکنه امواج طولی تو هر محیط میتونن منتشر بشن چه جامد چه مایع چه گاز همین صدای من از نوع امواج طولیه که داره تو هوا منتشر میشه اما امواج ارزی فقط تو جامدات منتشر میشن توی مایعات و گازا امکان انتشار ندارن شاید بگید پس اون امواجی که رو سطح آب منتشر میشن چی اونا کلا فرق میکنن اونا از نوع امواج سطحی حساب میشن نه امواج درونی داخل آب یا داخل هوا هیچ موجی وجود نداره که بتونه به صورت ارزی حرکت کنه فقط تو محیطای جامد این اتفاق میفته همین موضوع باعث شد ما بفهمیم که داخل زمین باید یه هسته مایع وجود داشته باشه چطوری زلزله شناسا و زمین شناسا از خیلی سال پیش متوجه شده بودند که وقتی که یه لرزشی توی یه نقطه از زمین اتفاق میفته چه بر اثر های طبیعی یا بر اثر آزمایش‌های ای یا آتشفشان یا هر دلیل دیگه امواج طولی که از این اتفاقات به وجود میاد از وسط زمین عبور میکنه و میتونه توی یه فاصله زیادی اون طرف زمین شناسایی بشه اما امواج ارزی خیلیاشون تو اعماق زمین ناپدید میشدن به اون طرف نمیرسیدن این قضیه دانشمندا رو متقاعد کرد که داخل زمین یه بخش مایع وجود داره چون امواج ارزی نمیتونن توی مایعات منتشر بشن یعنی نتیجه گرفتن که اون آهن و نیکلی که مرکز زمین جمع شده بر اثر گرمای زیاد به صورت مایع در اومده بعد از چندین سال بررسی امواج زلزله ها تو قسمت های مختلف زمین دانشمندا به این نتیجه رسیدن که این هسته مایع تقریبا از عمق 3000 کیلومتری زمین شروع میشه. یه تفاوت دیگه ای هم که بین امواج ارزی و طولی وجود داره اینه که سرعت امواج ارزی خیلی کمتر از امواج طولیه، نزدیک نصف. بعد امواج طولی هم یه ویژگی دیگه ای که دارن اینه که هرچقدر محیط انتشارشون متراکمتر باشه، چگالی بیشتری داشته باشه سرعت انتشارشون بالاتر میره برای همینه که مثلا سرعت انتشار صوت داخل آب تقریبا چهار برابر هواست چون چگالی آب از هوا خیلی بیشتره خیلی قلیزتره این اختلاف سرعت باعث میشه که وقتی که یه زلزله توی یه نقطه ای از زمین اتفاق میفته امواج طولی زودتر از امواج ارزی برسن به اون محلی که زلزله رو تشخیص میدن همین اختلاف سرعت هم باز باعث شده که اطلاعات بیشتری از جنس مواد داخل زمین و حالتشون و ویژگی‌های دیگهشون به دست بیاریم یعنی در واقع ما با شنیدن سیارمون تونستیم بهتر بشناسیمش نه با دیدنش با بررسی همین امواج لرزه‌ای نتیجه گرفتیم که از زیر پوسته زمین تا عمق 3000 کیلومتری سنگ‌هایی وجود دارن که به خاطر گرمای زیاد در حالت مذاب قرار گرفتن اما اینطور نیست که کاملا مایع باشن و آزادانه داخل زمین حرکت کنن ولی اگه سوراخی به بیرون پیدا کنن جریان پیدا میکنن یعنی در واقع به صورت جامد عمل میکنن برای همینه که امواج ارزی میتونن توی این قسمت منتشر بشن به این قسمت گوشته گفته میشه که بزرگترین لایه زمینه بعد از گوشته هم یه هسته مایع شروع میشه بررسی های دقیق نشون داد که داخل اون هسته مایع یه هسته جامد هم وجود داره فشار خیلی زیادی که از طرف لایه‌های بالایی وارد میشه باعث میشه که از یه جایی به بعد این آهن مذاب از حالت مایع خارج بشه و به صورت جامد در بیاد. اندازه فشار تو مرکز زمین تقریباً 3.5 میلیون برابر فشار هوا رو سطح زمینه. یعنی تقریباً به اندازه اینه که 3500 تن وزن رو قرار بدی روی یه سانتیمتر متر مربع. که خیلی فشار وحشتناکیه دمای مرکز زمین هم طبق تحقیقاتی که انجام شده حدود 6000 درجه است یعنی تقریبا به اندازه سطح خورشید اما این گرمای مرکز زمین از کجا میاد قضیه برمیگرده به زمان پیدایش زمین حدود 4.5 میلیارد سال پیش که زمین ما تازه در حال متولد شدن بود گرد و غباری که باعث شکل گرفتن سیاره ما شدن یه مقدار زیادی مواد رادیواکتیو داشتن با تشکیل کره زمین این مواد رادیواکتیو انرژی خیلی زیادی آزاد کردن که تا همین امروز هم ادامه داره غیر از این همون فرایند تشکیل و فشرده شدن کره زمین خودش باعث شد که گرمای زیادی داخلش ایجاد بشه درسته که امروز زمین نسبت به زمان تولدش گرمای خیلی زیادی از دست داد و خیلی خنکتر شده اما این کاهش دما همچنان تا میلیاردها سال دیگه هم ادامه داره یعنی نیازی نیست نگران سرد شدن زمین باشیم چون خیلی قبلتر از اینکه زمین گرماش رو به طور کامل از دست بده و سرد بشه خورشید تبدیل به یه قول سرخ شده و زمین رو بل مورد بعدی اینکه اون هسته خارجی مذاب باعث ایجاد یکی از حیاتی ترین ویژگی سیاره ما شده یعنی میدان مغناطیسی زمین نظری که وجود داره اینه که حرکت آهن مایع داخل هسته خارجی زمین یه جریان الکتریکی عظیمی ایجاد میکنه که این جریان هم در نهایت باعث میشه که یه میدان مغناطیسی بزرگی اطراف زمین ایجاد بشه مهمترین مزیتی که این میدان مغناطیسی داره اینه که جلو ذرات مزری که از طرف خورشید میاد و میگیره خورشید همینطور که فریندای ای داخلش اتفاق میفته محصولات جانبی این فریندا رو با یه سرعت خیلی زیادی اطراف خودش پخش میکنه که بهش میگن بادهای خورشیدی این بادهای خورشیدی معمولا از الکترون و پروتون و هسته هلیوم تشکیل شدن میدان مغناطیسی زمین این ذرات باردار رو منحرف میکنه اما اگه این میدان وجود نداشت بادای خورشیدی باعث از بین رفتن لایه اوزون میشدن لایه اوزون هم که میدونید اگه نباشه جلوی پرتوهای مضر فرابنفش خورشید گرفته نمیشه در نتیجه هیچ زندگی روی سیاره ما باقی نمیمونه پس اون هسته مایع آهنی نیکلی یکی از اصلی ترین دلایل به وجود اومدن زندگی روی زمینه در مورد سیاره مرده ای مثل مریخ هم یه نظری که وجود داره اینه که قبلا مثل زمین میدان مغناطیسی داشته که ازش در برابر بادای خورشیدی محافظت میکرده اما بعد از اینکه مریخ سرد شده هسته مذابش جامد شده در نتیجه میدان مغناطیسیش از بین رفته و اتمسفرش تو فضا پراکنده شده یعنی در واقع قلب مریخ یخ زده و مرده خیلی جالبه ما الان رباتای کاوشگرمون میلیاردها کیلومتر تونستن فاصله بگیرن حتی تونستن از منظومه شمسی خارج بشن یا اصلا همین تصاویری که هابل از کهکشانهای دوردست برامون گرفته یا تصاویری که جیمز وب قراره از اعماق فضا برامون بگیره ولی تو خونه خودمون هنوز بیشتر از دوازده کیلومتر نتونستیم پایین بریم یعنی انقدر کار سختی نفوذ کردن داخل زمین یا اینکه کلا ما آدما ترجیح میدیم بیشتر نگاهمون به بالا باشه تا به پایین چون به برای رفتن به عمق زمینم وقتی که هزینه بشه حتما پیشرفت‌های خیلی بیشتری اتفاق میفته شاید هم کلا ارزش آنچنانی نداره نسبت به پروژه فضایی نظر شما چیه لطفا نظرتون رو تو کامنت بنویسید تا ویدیو بعدی یادت باشه که بدون هیچ درسی سوال بپرس.